الان ومهدي مهدي حيدر مولاه فرما خدا علي 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 انت برا بودا بودا فرما علي علي امام رضا کرام دادی تو حرمه علی 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 مردم چی دارن؟ اگر از طرف ولی قبی نصب نشود تاغوت صیغه یا متعه یکی از قانونهای طلایی دین اسلام برای مدیریت غریزه جنسی تا خمس به ندی معلوم نشد تو دین داری دین شما سر پول دادن معلوم نشد یه جایی که روزه هست بریم بشین گریه کن اصلا خود این یه عبادت مهمیه روزه رفتن کسی که گریه کنه بهش برش بازه شاید این جمعه بیاید جلوی کنات خامه دار شدن سنیارم بگیرید اگه مرد تا زندم میگم هرچی سنی حروم دادن طبقه بخشیه رحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عزیزان بیننده در خدمتون هستیم با برنامه خانه عنکبوت در این قسمت اعتقادات آخوندهای حاکم بر ایران رو از نزدیک به 600 سال قبل تا الان مورد بررسی قرار میدیم تا برسیم به اینکه آیا از دیدگاه خود آخوندهای شیعه قبل از ولایت فقیه حکومت ولایت فقیه حکومتی از جانب خدا یا به دست نائب خداوند بر روی زمین هست یا حکومتی طاغوتی استاد سید منصور عزیز در خدمتون هستیم بفرمایید خواهش میکنم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض ادب و سلام دارم علیکم السلام بعد از در واقع تقریبا میشه گفت 200 سال بله. از حیات رسول الله علیه الصلاه و السلام عده‌ای پیدا شدند و قبلا کم کم بیشتر شکل گرفتند بله. که معتقد بودند بر اینکه امامتی از جانب خداوند بعد از نبوت وجود داره و آخرین امامی که از جانب خداوند اومده غیب شده رفته و اون فرزند امام حسن عسکری هست و قرار هست تا قیام قیامت اینویزیبل بمونن و اون موقع است که تشریف میارن سوال اینجاست برای این فلسفه امامت آخوندهای شیعه این نظریه رو همیشه دارند که ما مانند گوسفندانی هستیم که نمی شود بدون چوپان که در واقع از جانب خدا باید باشه رها بشیم و خداوند این گله رو رها نمی کنه خب مشخصا مسلمانان خودشون رو گله گوسفند نمی دونند خودشون رو صاحبان عقل و خرد می دونند که پروردگار برای هدایت اونها کتاب نازل کرده بیان نازل کرده اما در همون برگردیم به همون فکر امامت اون فکر گله با گوسفند در اون فکر یک گله وجود دارند که یک گوسفندی از جانب یک چوپانی از جانب خداوند باید همیشه بالا سرشون باشه و با چوب اونها را به مسیر هدایت ببره در حال حاضر هم که این چوپان غیبه حالا هست نیست ولی میگیم با قول اونها هست ولی غیبه یعنی عملا ما را هدایت کلامی نمی کنه حالا اگر مثل خورشید پشت ابر اینا نمیدونن در چنین وضعیتی وقتی یه نفر میاد میگه حالا که چوپان غیبش زده من نماینده چوپانم من کسی هستم که چوپان حال حاضر شما هستم این سوال پیش میاد آقای چوپان مگه قرار نبود اون چوپان از جانب خداوند باشه شما که شدی همون قضیه اصلی بعد از رسول الله علیه السلام شما که از جانب خداوند نیستی چطور نماینده شدی؟ چطور حکومت تشکیل دادی و این حکومت رو اسمش رو گذاشتی اسلامی؟ اگر قرار نبود حکومت
از جانب خداوند در دست معصومی باشد، بعد جمهوری هم بشه، که جمهوری هم بشه، هم از جانب مردم هست، هم از جانب خداوند هست، نمایندهش هم نماینده امام زمان هست. چجوری این آش شل قلم کار رو میخوایم توجیه کنیم استاد حسینی؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا ظاهرا اونچه که عیان هست، شیعیان از بعد از وفات رسول الله بدون چوپان بودن، هنوز این چوپان ها، این گوسفندان، گوسفندان عزیز، سرگردان و بی‌صاحب هستند. خب بعد از وفات رسول الله که میگید که حضرت علی دیگه به ظلم شد و سکوت کرد و هیچی، تا 4-5 سالم حکومت گرفت، بعدش هم که هیچی. حسن بود، حسین بود، زین العابدین، بعد باقر، جعفر، موسی، رضا، جواد، فلان، هیچ کدام نتونستند سرپرستی این گله گوسفند، گله های گوسفند به عهده بگیرن. بله. چوپان خوبی تاله نداشتن، تاله چوب بدون چوپان همینطور رها بودن. این چیزی است که ظاهر قضیه اینو نشون میده. بله. تا حالا هیچ وقت چوپان نداشتن. یعنی حالا مشکل اینه که خود را تشبیه به گوسفند کردن و بعد چوپانی میخوان. خب این گوسفندان بی صاحب شدن حقیقتاً، هیچ صاحبی ندارن، سرپرستی ندارن. و در طول این طول این تاریخ 1200 ساله مثلا میخوایم بگیم، چوپانان متفاوت خودشون رو معرفی کردن. یه عده گفتن ما چوپانیم، اسممون خودشون گذاشتن باب، بابیه رو درست کردن. یه عده گذاشتن شیخ، شیخیه رو درست کردن. یه میرزا حسین علی نوری اومده بهائیت رو درست کردن و الان هم یه آقای صدعلی خامنه‌ای اومده ولایت رو بنا کردن. اگه اشکال نداره من یه تیکر از ویکی فقه بخونم. بله. از چگونه اتفاق میفته، این که نیابت امام زمان از نظر اینها چگونه اتفاق میفته. گفته نیابت از ویکی فقه، دارم میخونم، دانشنامه حوزه علمی است، تحت در واقع نگارش حوزه علمی است. نیابت یعنی جانشینی و نمایندگی و وکالت از طرف شخص یا اشخاص به طوری که در غیاب او کار و کارهایی به نیابت و نمایندگی سپرده شود و نماینده موظف به انجام کارهایی که به اون محول شده و از طرف شخصی که نماینده اوست باید با دقت و احساس وظیفه فلان انجام بشه. ریشه نیابت در اسلام رو گفته و بعد از اون من در مورد نیابت در زمان امام حسن عسکری و بعد میاد جایگاه ولی فقیه در مورد این قضیه هم صحبت میکنه که جایگاه ولی فقیه با الهام از هدایت توجیهات فلان و بسان این به این نتیجه رسیدن که توی مدت غیبت طولانی کبرا که اسلام با مخاطرات زیادی مواجهه، ما نیاز داریم که یک کسی خودشو وقف اسلام بکنه. بله. و باید اون شخص فقیه باشه و جایگاهی داشته باشه که بتونه نیابت برای جانشینی، نیابت امام زمان رو بر عهده بگیره و شؤونات رو اجرا بکنه. بر چه اساسی؟ فقیه دیگه، چون فقیه. حالا این نظر خمینی در واقع خب داره دیگه، خمینی رو هم داره میگه. اینو امکان داره مثلا بگه که در امور دینی شون. بله. ولی در امور سیاسی اینو هم باز ادامه میده. خود دیدگاه خمینی رو آورده و بعد هم ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت خمینی درباره تکلیف مسلمان در عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمانان میگه در ولایت فقیه. اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده تکلیف چیست؟ الان خودشون موندن، یعنی یه سنگی رو یه دیوونه انداخته توی چاه، حالا نمیدونن چیکار کنن، حالا چوپانه رفته غیبه، حالا چیکار باید بکنیم؟ آیا باید اسلام رها کرد؟ آیا دیگر اسلام نمیخواهیم؟ اسلام فقط برای 200 سال بوده. خودشون هم نمیدونستن. الان خودشون نه تا 200 سال هم نداشتن. 200 سال میگیم، 200 سال میگن حداقل چیز ظاهری بوده. آره. دیگه حکومت نداشته. بله. از نظر سیاسی که چند سال حضرت علی بوده. یا اینکه اسلام تکلیف رو معین کرده و تکلیف حکومتی ندارد و خلاصه به این نتیجه رسیده که توی عصر غیبت در زمان غیبت صاحب زمان این خاصیت وجود دارد که توسط مواردی که خودشون میگن نمایندگی امام معصوم رو توسط ولی فقیه بر عهده بگیره و دیگه توضیح هم داده در زمان ولایت فقیه در زمان غیبت باید چگونه باشه. یک ولی فقیه باید نائب رسول الله علیه السلام امام معصومین باشه. درست بخونید همین ولایت فقیه در زمان غیبت جامع شرایط در عصر غیبت
حضرت غیبت حضرت ولی الله العظم فقیه جامع و شرعی در عصر غیبت حضرت ولی الله العظم حضرت ولی الله العظم بله نه تنها بر ایتام و صفحه و مجانین فاقد ولی قهری و وسیع بلکه بر جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد، همون گونه که از رسول علیه السلام ائمه ولایت داشتند. شخص غائب رو میگه این رو ولایت دارد، بعد خودشون این ولایت رو گرفتن. یعنی ببینید اصل ماجرا از این اتفاق افتاده که اینها اومدن به خودشون یه نظریه ساختن که آقا ما باید یه چوپان بالا سرمون باشه، بعد این چوپان عملا نیست، بعد خب ما اگر این چوپان نباشه ما چطوری از مردم رو بچاپیم؟ ما خودمون میشیم جایگزین این چوپانه که رفته غیب شده. و بعد خودشون این سوالات رو مطرح میکنن، مگه قرار نبود در زمانی، مگه قرار نبود خدا ما رو بدون حجتش رها نکنه؟ حالا رها شدیم چیکار کنیم؟ حالا بریم سراغ ولی فقیه. حالا مشکل اینجاست، دقت کنید این کل این چیزی که این ویکی فقه بله بیان کرد، بیانگر اینه که فکر شیعه یک فکر کاملا سراب هست، بله، با حقایق هیچ وقت جور در نمیاد. بله آخرش مجبور شدن دیگه همه چیزو کنار بذارن، بحث امامت من عند الله باید کسی باشه که معصوم باشه، هیچ اشتباهی نکند، اگه نباشه فلان میشود. چقدر همیشه میگن که مگه میشه که رسول الله صلی الله علیه و آله بره و امت رها کنه؟ بله. باید یکی باشه که معصوم باشه، اشتباه نکند. خب بله. تمام این حرفایی که زدن و ادعاهایی که میکنن الان با این چیزهایی که خوندید و نظریه‌ای که این آخوندا درست کردن برای خودشون، خودشون جمع شدن میگه میتونن یکی را بالاخره انتخاب کنن تشکیل حکومت بدن. بله. بیانگر اینه که کاری که اینها کردن برخلاف روایات خودشون هم هست. بله. و از دید روایات اینها طاغوت هستن. بله. یعنی آقای خامنه ای طاغوت هست، آقای خمینی طاغوت هست، تمام این کسانی که الان تشکیل حکومت دادند طاغوت هستن. بله. از دید روایات خود شیعه که امام معصوم داره میگه، امام معصوم گفته که هر حکومتی که قبل از مهدی، قبل از ظهور مهدی برپا بشه، هر پرچمی هم که برافراشته شود، تازه هر پرچمی که برافراشته شود یعنی که دعوت به جنگ بدهد. بله. میگه اینها همه طاغوتی است، یعنی آقای خمینی طاغوت هست، آقای خامنه‌ای طاغوت هست. این روایت رو در کافی میاره، اصول کافی. بله. از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید، از حماد ابن عیسی، از حسین ابن مختار، از ابی بصیر، از ابی عبدالله. ابی عبدالله میدونید متولد کی وفات یافته؟ جعفر صادق. جعفر صادق. بله. جعفر صادق متولد سال 80-84 هجری است. بله. خب یعنی اواخر قرن اول متولد شده، توی قرن دوم هم وفات یافته. تو قرن دوم کی؟ 148. بله. 148 یعنی نیمه اول قرن دوم وفات یافته. اون زمان، از اون زمان داره میگه چی؟ الان امام چندمه؟ امام پنجم هست دیگه، درسته؟ بله. علی، حسن، حسین، امام ششم میشه و زین العابدین، باقر، ابو عبدالله ششم. امام ششم داره الان میگه که هر حکومتی که قبل از قیام مهدی برپا، منظورش خب اینا هم بحث اینه که میخواستن تمام حکومت‌های اسلامی را طاغوتی بدونن. بله. تمام اون حکومت‌ها که بود. بله. از خلفای راشدین بگیرید تا باقی که اومده. خب بله. حالا غیر از حضرت علی که ادعاشو میکنن، باقی را همه به عنوان طاغوت میدونستن بر اساس این روایت. بله. حالا امکان داره شما بگید که خب در این روایت که اگه ببینم بینندگان عزیز خیلی خوبه که کل رایت ترفع قبل قیام القائم علیه السلام فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله. خیلی کلام سنگین است، یعنی طاغوتی است که غیر از خدا پرستیده می شود. یعنی الان کاری که کل مراجع تقلیدتون انجام دادن، اومدن خمینی را به عنوان ولی فقیه انتخاب کردن، تشکیل حکومت دادید، میگه این حکومت، حکومت طاغوت هست، این حکومت یعبد من دون الله است، این فرد خمینی، خامنه‌ای، هر کی باشه طاغوت هست که از غیر خدا پرستیده میشود. بله.
دقت کنید. پس اینکه شما میاد اطلاق میکنید حکومت سابق پهلوی رو میگید حکومت طاغوت، اما روایاتتون میگه نه حکومت خودتون طاغوت هست. بله. و شما چگونه بعد میاد این اینم حدیث اگر دوستان خواستن خودشون مراجعه بکنن. بله خیلی جالب تر ترجمه کل آیاتون. بله بله طرف و قبل قیام صاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز و جل، هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته شود صاحب آن طاغوت است که غیر از خدا پرستیده می شود. هم تو کافی است جلد 8 صفحه 295، هم وسایل شیعه و هم مستدرک الوسائل و باقی. بله بله آقای میلانی هم میگه که روایتش صحیحه. بله بله و سایت میلانی داره میخونه. درسته. بس الان بر اساس این روایاتشون حکومت تشکیل دادن شیعه قبل از قیام مهدیشون یک حکومت طاغوت است. طاغوتی است که میگه یعبد من دون الله. اینقدر تاکید روایت صحیح. و کی گفته اینو؟ امام معصوم. بله. ابی عبدالله حضرت جعفر. بله. در قرن دوم اینو گفته. از اونجا گفته که هر حکومتی تشکیل بشه قبل از قیامه، یعنی ما حکومت تشکیل نمیدیم، اگه ما حکومت تشکیل دادیم هم چیه؟ طاغوت. طاغوت هستیم. بعد حتی اون حرکت هایی که فرزندان حضرت حسن داشتن، قیام هایی که فرزندان حضرت حسن داشتن، بله، همه اینها در زمان بنی امیه، بنی امیه، بنی عباس، هر کی بوده، بعدم که میاد دیگه کلا، بله. همه اینها به عنوان چی معرفی میکنه؟ طاغوت. بله. جعفر صادق. جعفر صادق یعنی این که چون دیدن که هیچ حکومتی تشکیل نشده دیگه. بله. نداشتن. و یه نکته رو بگم، اینو خب قدر ساختگیه، یعنی ما به عنوان مسلمان قبولش نداریم این روایات رو، ولی به عنوان در واقع استدلالی بر از کتب خود آقایان هست. درست کاملا. حالا جالب است که امکان داره بگید که نه بابا اینطوری نیست، چرا که اینها روایاتی که میارن میان که ائمه همشون در مرحله ترس و وحشت بودن. بله. تقیه میکردن، هم امام و هم شیعیان. شما میگید حضرت علی میگن تقیه میکرده، درسته؟ بله. ترس داشته، سکوت کرد، هیچی نگفت، فلان فلان از این حرفا. میگن که وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله بوده. علی اتحال در بعد از این کتاب آقای مجلسی بهارالاموال جلد 52 صفحه 144 روایتش 62مین روایتش رو در این بابش میاره، صفحه 144 که از اختصاص نقل میکنه، میگه که شخصی به ابی عبدالله گفت که ما بهتر هستیم یا اصحاب القائم. میگه گفت که انتم افضل من اصحاب القائم، شما بهتر هستید. ولی چرا؟ میگه شما بهتر هستید. میگه به خاطر این که اگه بتونید بیارید که و ذلك انکم تمسون و تصبحون خائفین علی امامکم و علی انفسکم من ائمه الجور، شما صبحگاه و شامگاه بر خودتون میترسید، بر امامتون هم میترسید. خب ان صلیتم فصلاتکم فی تقیه، اگه اینو سرچ بزنید ان صلیتم فصلاتکم فی تقیه، نماز بخونید با تقیه میخونید. و ان صمتم فصيامكم في تقيه، روزه بگیرید روزتون با تقیه هست. و ان حججتم فحجكم في تقيه، حجتون با تقیه هست. و ان شهدتم فلم تقبل شهادتكم، گواهی بدید گواهیتون قبول نمیشه. همه این چیزها رو میگه ذکر میکنه. حالا جالب هست، دقت کنید که هر حکومتی وقتی گفت که حکومت طاغوت هست میاد، بله، معناش اینه که هیچ حکومتی هم عدالت و رعایت نمی کنه. اینایی که الان خودشون به عنوان پیروان اهل بیت می دونن، حکومت الان، اینایی که خودشون رو به عنوان پیروان اهل بیت می دونن، اولا که طاغوت هستن، ثانیا به هیچ عنوان عدالت رعایت نخواهند کرد، زیرا که این در این گفته امام معصوم هست. اینا هیچ وقت نمیتونن بر اساس اعتقاداتی که خودشون دارن عدالت رو رعایت کنن. اینها باید فساد کنن، ولی طاغوت هستن و باید فساد میکنه. میگه چه کسی میتونه عدالت رو رعایت کنه؟ امام هست، امام مهدی. دنبالش میگه که میگه که پس برای چی ما منتظر مهدی باشیم؟ میگه امام گفت که سبحان الله، اما تحب ان یظهر العدل و یأمن السبل و ینصف المظلوم، دوست ندارید که عدل و رعا آشکار کنه؟
کی عدل میاد؟ فقط میگه زمانی که مهدی بیاد. یعنی شما ایها الناس انتظار نداشته باشید که این حکومت برای شما عدالتی داشته باشه، بیاد اصلا صحبت از عدالت کند، زیرا که امام معصوم داره میگه که هیچ کس نمیتونه عدالت رعایت کنه. اولا که طاغوت که هستن جای خودش، ثانیا اینها عدالت رعایت نمی کنن. عدالت کی پیش میاد؟ میگه زمانی که مهدی ظهور کند. اما تحب ان یظهر العدل، دوست نداری که امام بیاد و عدالت رو آشکار کنه، امنیت باشه و حق مظلوم بهش داده بشود؟ خب این شماره حدیث 162 بود. در همون یک روایت دیگه میاره در صفحه 143 آقای مجلسی جلد 52 میگه که در باب نص بر 12 امام از جابر انصاری از رسول الله میگه که یغیب عنهم الحجه، حجت از اینها غایب میشه. حجت چیه؟ چرا بهش میگن حجت اصلا؟ خود اگه غایب میشه چه حجتیه؟ حجت چیه؟ حجت با بیان میشه که دیگه، درست آدم بیانی که دیگه نیست. بیان چگونه حجت برپا میکنید شما؟ با بیان دیگه، درسته؟ بله، با حرف زدن. آره دیگه، میاد بیان کنه برای مردم. حالا میگن این امام حجت هست. چگونه میتونه حجت باشه؟ کسی که هیچ چیزی ازش استفاده برده نمیشود، شما چگونه میتونید بگید که حجت هست؟ حجت هست. بعد میگه که لا یسمى حتى یظهره الله، اسم نخواهد داشت تا زمانی که ظهور کند. خب شما روش اسم گذاری کردید دیگه. بله. ابا صالح گفتید، محمد گفتید، همه چیز گفتید. بگه فاذا عجل الله خروجه یملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقتی که دیگه ظهور کرد، اون وقتی است که زمین پر از عدل میکنه. بله. تا حالا هیچ نشده. خب بعد میگه که رسول الله گفته که طوبى للصابرين في غيبته، اونایی که در غیبت مهدی صبر میکنن خوش به حالشون. شما باید صبر کنید، حق تشکیل حکومت ندارید، باید زیر سایه حکومت های دیگه بمونید، حق تشکیل حکومت ندارید بر اساس روایاتتون. پس حکومت، این حکومت طاغوت هست، شما صبر نکردید در غیبتش. کجا صبر؟ صبر بعد شما دست رو دستتون میگذاشتید، تشکیل حکومت نمیدادید، دعوت به جهاد هم نمیدادید. خب حالا میگه وقتی که مهدی متولد میشد، میاره در تأییدی، در استدلالی به این که هیچ کدام از اینها نتونستن عدالت رو رعایت کنن، امنیت رو داشته باشن مگر زمانی که مهدی میاد. ببینیم، میگه که وقتی بحث تولد مهدی میاد دیگه، میگه که بعد از اینکه دنیا اومد، اومد آوردنش پیش پدرش، بعد میگه گفت که اشهد ان لا اله الا الله و الصلاة على رسول الله و على امیر المؤمنین و على الائمه. خب چرا نگفت اشهد ان محمد رسول الله؟ یعنی ایمان به نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله مگه نداره؟ چرا نمیگه اشهد ان محمد رسول الله؟ این سخن مهدیشونه دیگه. مهدی میگه فقط گواهی داد به وحدانیت الله، بعد گفت که درود و سلام بر رسول الله. خب چرا نگفت اشهد ان محمد رسول الله؟ اللهم صل وسلم. بعد میگه که بسم الله الرحمن الرحیم و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض و نوریا فرعون و هامان و جنوده و من هم کان یحضرون. یعنی ائمه در طول تاریخشون تا زمانی که مهدی بیاد، حالا الان 1400-500 سال که گذشته بود، 1444 هستیم گذشته، هنوز نیومده، عدلی رعایت نشده. یعنی حتی این در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله هم تحقق پیدا نکرده بر اساس این روایتش. حالا ببینیم این چجوری توجیه میکنن خودشون. من از در واقع خب این سوال از طرف مراجع شیعه چندین بار از خمینی شده. خیلی خلاصه این خبرگزاری شبستان اومده این نقل قول هایی از در واقع
خود خمینی آورده در مورد اسم گذاشته شبه افکنی، یعنی احادیث خودشون، احادیث صحیح خودشون در اصول کافی، در وسائل شیعه، در مستدرک وسائل، همه اینها برای شبه افکنی میشه وقتی مقابل سیاستشون قرار میگیره در مورد قیام‌های قبل از ظهور. خودشون اومدن این حدیث رو هم آوردن، از در واقع روایت یا حدیث از جعفر صادق رو آوردن. و حالا دلایل میگه، حالا توجیه، در واقع من به توجیه رو خیلی سریع میخورم. اول اینکه گفته دعوت دو نوع داریم، یکی دعوت حق، دوم دعوت باطله. دیگه خودتون میدونید چی میخواد بگه. اینجا میگه منظور از کل رایه، منظور نیست دعوت به حق، منظور دعوت های به باطل، نه دعوت به حق. آیا من نمیدونم این کلو یعنی هر رایه، هر پرچمی، چطوری میگه فقط پرچم ناحق؟ خب امام معصوم انقدر الکم بوده که نمیتونسته بگه که آقا هر دعوت ناحق قبل از، بعد اصلا گفتن داره مگه؟ مگه شما میخواید بگید آقا هر پرچمی قبل از قیام ساعت، مگه گفتن داره که بگیم هر پرچم دعوت به باطلی بر ناحقه؟ معلومه که هر پرچم دعوت باطلی به ناحقه. وقتی امام معصوم میگه هر پرچمی قبل از قیام ساعت طاغوته، اون روایتی که خوندیم میگه که امام گفت که شما از یاران امام بهتر هستید. میگه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما ترس دارید، یعنی هیچ حکومتی نداره، نیست. میگه که شما از یاران امام بهتر هستید، یعنی اینکه حکومتی نیست اصلا، هیچ حق تشکیل حکومتی نیست. چون این روایت ها که ساختن، خب انتظار نداشت امکان داره یک زمانی بالاخره پیش بیاد که با همکاری صلیبی ها و فلان یک حکومتی تشکیل بدن. بله. خب حالا که تشکیل دادن، زمان براش میسر شده، رو چیکار کنن؟ باید دیگه این توجیهات بشه. بله بله، این توجیهات باید بشه دیگه. در ادامه توجیهاتشون هم باز همین مسئله رو گفتن. بله. که این حدیث در بطلان تمام قیام های پیش از قیام قائم عجل الله فرجه ظهور دارد، یعنی ملاک بطلان این نیست که دعوت برای خود و در واقع راستای نهضت امامان باشه. هر دعوتی، امام گفته هر دعوتی مخالف باشه بر باطله، هر دعوت مخالفی بر باطله. نه تو روایت نیست، این دیگه توجیهه، میخوان سوار گرده مردم بشن، امام هم اجازه نداده، دارن در واقع چی میکنن. و بعدش هم میگه احتمالاً منظور از امام اون دعوت‌های در واقع ناحق و قضیه خارجی است، منظور از امام قضیه خارجی است. بعد امام نمیتونسته بگه قضیه منظور من اینه، گفته هر پرچمی. و تا آخرش هم همینا آورده که آقا امام خمینی رضوان الله علیه معمار فلان در فلان با تمسک به روایات ها به در واقع به این بهانه جویی ها میپردازه. این در واقع حدیث امام جعفر صادق که در اصول کافی کلینی آورده رو بهش میگه بهانه جویی. گفته که این احادیث هیچ مربوط به تشکیل حکومت خدایی عادلانه نیست. الان واقعا حکومتشون خدایی میدونن دیگه، نمیدونم خودشون دیگه، وقتی حرف امام رو زیر پا میذارن دیگه این حکومت رو الان جالب است که هم خودشون عادل میدونن هم خدایی و هم خدایی میدونن. این که میگه که این، البته ما میگیم که این روایت دروغ هست، چرا که حضرت علی رضی الله عنه در نهج البلاغه میفرمان که مردم نیازمند به امام هست، امام نیاز دارن، عادل باشه یا ظالم باشه، فاسق باشه یا فاجر باشه، خوب باشه بد باشه، مردم نیاز دارن، چون به وسیله حکومت امور مردم رتق و فتق پیدا میکنه. بله. حفظ جان مردم، حفظ مال مردم، ناموس مردم، پیشرفتاشون، فساد علمی، اقتصادی، هر چی باشه در سایه حکومت هست. وقتی حکومت نباشه، ببینید دعوتی که این فکر میده به بی حکومتی است، یعنی اینکه اصلا شما هیچ چیزی، حکومتی نباید باشه، حکومت مرکزی نباید باشه، فقط به خاطر مخالفت با حکومتایی که وجود داشته این روایت رو ساختن، حالا برای جانشون شده با همین روایت رو، حالا مجبورن توجیه کنن. مگه میشه؟ میگه همونجا نوشته بود که بله. میگه انسان عاقل اینو نمیگه. بله. مردم نیاز، بله مردم نیاز به حکومت دارن، اما ظاهرا امامتون متوجه نبوده که این روایتی که برای ساختید، متاسفانه نعوذ بالله بگیم، این شخصیت ها نگاه چگونه به اهل بیت همیشه توهین میشود. بله. یا امام واقعا نمیدونسته که مردم نیاز به حکومت دارن؟
حضرت علی رضی الله عنه در نهج البلاغه وقتی که صحبت میکنه میگه که لابد للناس من امام بر او فاجرین، خب میگه مردم نیازمند هستن. خطبه این در مورد این من بخونم براتون، استاد مهاد اگه بتونم نشون بدید، این که لابد للناس من امام بر او فاجرین، میگه مردم نیاز دارن. لابد للناس، میگه در رد بر گفتار همین رأی خوارج، رأی همین آخوند هاست. خوارج میگفتن که نگاه کنید، کلمت حق یراد و باطن، نعم انه لا حکم الا لله، ولكن هؤلاء يقول لا امر الا لله، فقط امر امر خداست، یعنی این حکومت الهی عادلانه که خمینی گفته بود همون نظریه خوارج هست. اما حضرت علی چی میگه؟ رد میکنه کلا این نظریهشون، میگه و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر يعمل في امرته المؤمن، مردم نیاز دارن که حکومت باشه، حاکم حالا فاجر باشد یا خوب باشه، بله، که در سایه این حکومت مؤمن کارش انجام میده و یستمتع فیها الکافر، حتی کافر هم برای خودش میبره، و یبلغ الله فیها الاجل، امور بالاخره به سر منزل برسه، و یجمع به الفی و یقاتل به العدو و تأمن به السبل. خب اینا همه نیاز داره. چطوری شما امام معصوم تو قرن دوم میاد میگه که نه، هر حکومتی که برپا شود حکومت طاغوت است؟ آقا یا بعد بگید که امام اشتباه کرده، حرف بی خودی زده، چون اونجا حضرت علی داره اینو میگه، و ظاهرا اون چیزی که الان آخونده بهش رسید اینه که این حرفی که امام زده حرف باطل و بیهوده است، اصلا قابل عمل نیست، خلاف عقل هست، امکان نداره که انسان بدون حکومت باشه، نیاز داره به حکومت. گفتن خب ما که نیاز به حکومت داریم، چرا خود اون حکومت تشکیل ندیم؟ آخون میگه اون چیزی که امام گفته بود طاغوت هست، هر پرچمی که برافراشته شود حکومتی تشکیل بشود، حکومت طاغوت هست، حالا مجبورن توجیه کنند. امام کی اینو نگفته؟ جعدت جعفر کی اینو نگفته؟ آخوند اومده داره این توجیه میکنه که میگه که ما اگر داریم این کار رو انجام تشکیل حکومت دادیم، چون واقعا دیدیم نیاز داریم. بله. امام نمیدونست. امامی که شما میگید عالم الغیب هست، معصوم هست، اشتباه نمیکنه، بر چه اساس امام این حرف رو میزنه؟ بعد ببینید تناقض بین دو معصوم. امام متجسس دیدنگان عزیز، ببینید تناقض بین دو معصوم. حضرت علی میگه که با مردم نیاز دارن به امیر، چه فاجر باشه یا بله هر چی باشه، هر یک حکومت بد باشه. اما اینا میگه چی؟ میگه هر حکومتی قبل از مهدی برپا بشود حکومت طاغوت است. طاغوت کجاش گفت که بعد این حکومت حکومت عادلانه باشه؟ علی میگه داره میگه که فرق نمیکنه آقا، حکومت ما نیاز داریم، امیرش انسان فاجری باشه یا انسان خوبی باشه. امام دیگه میاد میگه نه، هر حکومتی قبل از مهدی باشه حکومت چیه؟ طاغوت هست. خب این معصوم اینو میگه، یه معصوم اینو چیزی دیگه داره میگه. الان هم شما بین رسیدید که نه، جعفر صادق اشتباه کرده، حالیش نبوده، متوجه نبوده، نمیدونسته که مردم نیاز به حکومت دارن، یعنی خودش هم جعفر صادق نمیدونست که حکومت بد باشه، اگه نباشه اوضاع احوال چگونه خواهد بود. حتی در سایه اون حکومت بالاخره داشت زندگی میکرد، اگرچه شما میگید که ترس داشت، تقیه میکرد، بالاخره یک نظامی بود. چرا میگید که طاغوت هست؟ حالا این حکم بر خود شما به حساب صادق میشود بر اساس اون روایات سعیدتون که حکومتتون طاغوت هست، حکومت شما طاغوت هست. یعنی همون گونه که میگید حکومت پهلوی طاغوت بوده، حکومت شما هم طاغوت هست، از طاغوت بدتری هم سنگینتر، یا بعد من دون الله هم هست. بله. من یه نکته دیگر چیز کنم، یه فقط کافی سرچ بزنید چه کسانی در طول این 40 سال گفتند که ولی فقیه نماینده امام زمان هست، یعنی امام زمان نماینده خداست، ولی فقیه نماینده امام زمان هست،
به صورت غیر مستقیم ولی فقیه نماینده خدا بر روی زمینه. هیچ کدوم از اهل سنت که معتقد به تشکیل حکومت هستند و حکومت رو از همون اول تشکیل دادن بعد از رسول الله علیه السلام مسلمان ها، از خلفای راشدین گرفته تا بنی امیه گرفته تا بنی عباس گرفته، هیچ کدومشون از اینا نبودن. هیچ اهل سنتی هم معتقد بر این نیست که باید حکومت تشکیل داده نشه، صبر کنیم تا فلان وقت. ولی هیچ کدوم از این حاکمان حتی ولو یک بار، معتقدان به قرآن و سنت، نگفتن ما نماینده خدا بر روی زمین هستیم. هیچ کدومش. استاد ما داریم از پایبندان و معتقدان به قرآن و سنت که گفته باشن ما نماینده خدا بر روی زمین هستیم. حرف ما حرف خداونده. میگن که سلطان ذل الله بعدن گفته شده. بله. ولی نه اینکه منظور که باید قانون باشه و بر اساس این قانون تعیین، اما اینکه نماینده خدا باشه چگونه میتونه باشه؟ اونم دقت کنید، حتی اگه یکی از اهل سنت اینو بگه، هیچ وقت معتقد نیست اهل سنت که اونی که حاکم است معصوم است، هیچ اشتباهی نمیکنه. بله. در حالی که شما امام را چی میدونید؟ معصوم از هر اشتباهی. بله. از هر اشتباهی میدونید. حالا نمیدونیم که حضرت علی اینو گفته با اون چیزی که حضرت جعفر گفته، اون کاری که حضرت علی کرد با کاری که حضرت حسن کرد با کاری که حضرت حسین کرد، یا کاری که حضرت زین العابدین کرد به یزید گفت که تو، من برده تو هستم، تو هر کاری میخوای انجام بده. بله. نمیدونیم که این مبحثی که شما میارید که به عنوان حکومت خدایی که میگید که و در امام به عنوان نماینده و جانشین خدا است که هیچ اشتباهی نمیکنه، و بعد کسی هم که به عنوان جانشین او معرفی میشه، الان خامنه به عنوان جانشین کیه؟ ولی فقیه. آیا اشتباه میکنه؟ قطعا اشتباه نمیکنه. اگر اشتباه بکنه که اطاعتش واجب نیست. وقتی که من براتون بیارم، من میتونم تا صبح براتون قبلاً آوردم، فکر میکنم شاید نیاز نباشه پشت سر من بخوام اینقدر مدرک بیارم، بینندگان خودشون میفهمن دیدن احتمالاً. مثلا این آیت الله مصباح، اطاعت از ولی فقیه اطاعت از امام زمان است و مخالفت با او در حد شرک بالله است. مخالفت با امام زمان در حد شرک به الله هست. خب ببینید دیگه، این واقعا همون طاغوت یعبد من دون الله این هست. بله. واقعا که طاغوت یعبد من دون الله الان این هست. بله. و از طرف دیگه ببینید، در طول تاریخ الان هر سایت حکومتی رو نگاه بکنید، دست پرورده این طاغوت شده و برای طاغوت کار میکنه و یه جوری توجیه میکنه، همونطوری که من براتون آوردم. کسانی که یا مغضوب علیه در واقع حکومت هستند، یا اینکه الان من برای شما بیارم انواع و اقسام افرادی که اومدن و مخالفت کردن از فقهای مطرح شیعه، که مخالفت کردن با همین قضیه، با قضیه ولایت فقیه. مثلا این مورد رو من براتونشون بدم، از فقهایی که از نظر درجه فقیه از آیت الله خمینی بسیار بالاتر بودن. مثلا اینجا در مورد سید آقای کدیور، در مورد سید احمد خانساری صحبت میکنه، یکی از بزرگترین فقیهان معاصر، مرجع تقلید، از جمله سرآمدان علم و تقوا توی قرن 14 هم به حساب میاد. کتاب اون جامع المدارک توضیح داده در موردشون. حالا ما خیلی با شخصیت خود این شخص کاری نداریم، جز از مراجع شیعه، شخصیت بسیار بالا و مطرح شیعه، مجتهد ولی و مرجع تقلید. ایشون نه تنها با ولایت فقیه بیعت نکرد، نه تنها با جمهوری اسلامی بیعت نکرد، بلکه انقلاب و جمهوری اسلامی رو رایت ضلالت میدانست. این نماینده شاخص فقه سنتی اعدام بر اساس خبر واحد را مردود میدانسته و موانع دیگه. بس صحبت خیلی طولانی داره در مورد رأی به جمهوری اسلامی، که این جمهوری اسلامی رایت ضلالت هست، همین چیزی که در کتبشون بهش اعتقاد دارن. رایت همون پرچم هست. همون پرچم هست. همون کل رایه منظورش هست. هر پرچمی گفته شد. حالا در مورد توضیحات ایشون در مورد علمشون صحبت کرده و کتب ایشون که چقدر فرد چیزی بوده، و در نتیجه برمیگرده به این که این در واقع حلال و حرامی که اینها میکنند
افرادی هستند که در واقع مخالفت میکنن با حدیث معصوم و در واقع توضیح داده در شخصیت ایشون بیشتر توضیح داده و امثالشون بسیار زیاد بودن. بله. امثال این مراجع تقلید، امثال این افراد، امثال شریعت مداری، اینها بسیار زیاد بودن که بر این معتقد بودن که بر اساس این حدیث ما نمیتونیم رایت در واقع پرچم به اسم پرچم امام زمان و به اسم پرچم اسلام داشته باشیم. بله، اصلا اینها کار به جای رسوندن که هر نوع مخالفت با این حکومتی که از دید معصوم طاغوت هست، بله، مخالفت با اونو دیگه دیدیم که مصباح یزدی میگفت که در حد شرک به الله هست. عجیب هست، خیلی قضیه سنگین هست. یعنی واقعا شریک قرار دادن برای خدا تا این حد خیلی عجیب هست. یعنی حکومت تو مخالفت کنی با ولی فقیه، میگیم با خدا مخالفت کردی، حکومت کفر هستی، برای خدا شریک قرار دادی. ولی الان شما برای خدا شریک قرار دادی، ولی فقیه را من دون الله دارید میپرستید. حالا خیلی جالب است که ولایت فقیه اینقدر هم براش ارزش قائل میشدن، براش تبلیغات میکردن. پیام دارید؟ بله، بعدش میگیرم. بله، که مثلا شما وقتی که بیاد بخونید، خمینی مثلا در مورد ولایت فقیه میگه حاکمیت قانون الهی است، یک هدیه است که خدای تبارک تعالی داده. یعنی ولایت فقیه، ولایت فقیه یک طرح اسلامی است، ولایت فقیه تبع اسلام است، ولایت فقیه اونقدر بار مترقی دارد که در سایر مواد معلوم نیست مثل آن باشد. ولایت فقیه را اسلام و ائمه نصب فرمودن. ولایت فقیه میگه از دیکتاتوری جلوگیری میکند. واقعا خیلی خنده دار است ها، یکی طاغوت بشه، ولایت من دون الله پرستیده بشه و گفته بشه اگه باش مخالفت کنید در حد شرک و الله است، بعد میگه که از دیکتاتوری جلوگیری میکند. میبینیم دیگه، میگه با نظارت ولایت فقیه آسیبی به مملکت وارد نخواهد شد. شما دارید میبینید که واقعا مملکت به کجا کشیده شده، آسیبی نیست که دیگه بر مملکت وارد نشده باشه به وسیله همین نظام ولایت فقیه. میگه ولایت فقیه با توجه به مصالح مملکت امور را کنترل میکند. کاری به مملکت نداره، مصالح مملکت نداره، خودشون چون. میگه ولایت فقیه حکومت قانون هست. امام خمینی مخالفین ولایت فقیه را به دو دسته عمده تقسیم میکنند، کسانی که نمیفهمند ولایت فقیه چیست، کسانی که با اسلام مخالفند یا از غربی ها تبعیت میکنن، و دشمنانی که دستور دارن مخالفت کنن. و هنوز همین کارو میکنن. آقا نیا هنوز هم همین که در واقع مخالفت با ولایت فقیه رو مخالفت با اسلام میذارن، همین علاوه حکم میذارن. جالب است اینجا میگه که یا نمیفهمن. بله. خب این همه اهل سنت، یعنی شما چند درصد شیعه هستن در عالم اسلامی؟ یعنی اینها اهل سنت، حداقلش اهل سنت، حالا شیعه رو میذاریم کنار الان، اهل سنت چند درصد هستن؟ شما خیلی خیلی جمع میشه 200 میلیون نمیشه، هم نزدیک 2 میلیارد مسلمان هستیم، 200 هم میشید. خب این یکی. بله. یعنی این باقی نمیفهمند، یا باقی میگید که با اسلام مخالفن. دقت کنید تعبیری که خمینی میکنه، یعنی دیکتاتوری چی مگه؟ تو مخالف خودتو به هر نحوی داری ترور شخصیتی، ارهاب نه فقط اهل سنت، اکثریت مسلمان ها، بلکه خود شیعه. حالا شیعه، حالا بیت چیه، 200 میلیون چقدر با این نظر موافقن؟ الان که همشون کلافه میکنن با کل شیعه مخالفن، یعنی خود شیعه زادگان با اصل شیعه 98 درصد شیعه. نه، از جمله مراجع ببینیم این رو، ببینید چقدر از مراجع تقلید مخالف نظریه ولایت فقیه بودن. محمد کاظم آخوند خراسانی از جمله مراجع تقلید، عبدالکریم حائری یزدی، محمد حسین قروی اصفهانی، محسن طباطبایی معروف، احمد موسوی خانساری که در موردش گفتیم، اینا همه مراجع مخالف ولایت فقیه. خویی، ابوالقاسم موسوی خویی جز بزرگترین مراجع شیعه معاصر هست، و محمدعلی عراقی توضیحاتش هم محمد حسین طباطبایی که مفسر مشهور شد. بله. و تمام اینها دعا کنید چقدر از این سید رضا زنجانی و تکفیر خمینی میگه. بله. چرا خمینی رو تکفیر میکنه؟ به خاطر حدیثی که پشت سرش دارن.
به خاطر که حدیثی که دارن در این مورد، این انحراف انقلاب، بله، ابوالفضل موسوی مشتهد زنجانی، همه اینا آیت الله عظما هستن، مراجع تقلید هستن در زندان ولایت فقیه، بله، رضا صدر کتاب دارن، بله، یا کتاب یان که واقعا در زندان، بله، مهدی حائری یزدی، محمد مهدی شمس الدین، موسی صدر، چقدر از این افراد افرادی شناخته شده تر از خمینی در از نظر فقهی در جامعه اهل تشیع بودن و هست شدن؟ بله. خامنه ای که اصلا مرجع تقلید نیست، که مرجع تقلید چه سال مرجع تقلید شده به خاطر اینکه رهبر شه، ولی حتی از خمینی، بالاتر از خمینی، کتب بیشتر از خمینی، دروس بیشتر از خمینی، ولی در نهایت میبینیم که مخالف ولایت فقیه هستن. چرا؟ چون که خودشون میدونن اگر این حکومت در دست بگیره، اولا که حدیث دارن مخالف تشکیل حکومت به نام امام زمان، دوما که اگه میدونن اگر حکومت دست بگیرن گند میزنن. الان چند درصد مردم ایران شیعیان معتقد به شیعیانی که پدرانشون معتقد به شیعه بودن الان شیعه موندن یا مسلمان موندن در اصل؟ بله، یعنی شو این با توجه به این چیزایی که من الان خوندم از این سایت در مورد خمینی که داره میگه که ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری رو میگیره، ولایت فقیه که قضیه مطلق هست، خوندید قبلا که از ویکی فقه نوشته بود که فقط در مورد انسان‌های صفی و نادان و یتیم فلان نیست، بله، همه امور هست. حضرت علی رضی الله عنه کجا این ادعا کردن که من ولایت مطلقی دارم بر همه شما؟ وقتی خدا اینو به پیامبر نداده، بله، شما چگونه میایید این ادعا را میکنید و خود را به جای خدا قرار میدید؟ همانند خداوند خودتون رو قرار دادید. واقعا این طاغوت هست. این شما دارید خودتون رو به جای خدا قرار دادید که مردم شما را بپرستند. قرآن، آقای خامنه‌ای، شما که قرآن ادعا میکنید که میخونید، بلد هستید، پس چرا این همه آیات قرآن که اینقدر واضح آشکار داره به پیامبر میگه که مثلا لیس لک من الامر شیء، ما لست علیهم بمسیطر، اگه خدا میخواست مردم همه را هدایت میکرد، ما انت علیهم بوکیل، ما انت علیهم بحفیظ. اینها همه اینقدر قرآن تاکید میکنه در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم و اینکه اکراهی نیست. شما چگونه خود را در این مقام قرار میدید که در تمام امور زندگی مردم بخواید دخل و تصرف داشته باشید و مردم را در حد سفیه و کسی که دیوونه باشه قرار بدید و حاکمیت مطلق داشته باشید بر مردم؟ این چیزی نیست جز همون گونه که حضرت جعفر گفته که طاغوت یعبد من دون الله. واقعا صادق میشه بر این نوع حکومتی که انسانی خود را به جای خدا قرار میده، تمام اختیارات داره، مردم هیچ اختیاری ندارن، بالاتر از قانون هست، پاسخگو نخواهد بود، هیچ کس حق تفحص در مورد کارهایی که ولی فقیه انجام میدهد نداره، اگه دستوری داد ولی فقیه باید اطاعت شود، اگه مخالفت کردی مثل مشرک شدی، برای خدا شریک قرار دادی. بله، خب اینها چگونه میشود شما اینو با زندگی حضرت علی رضی الله عنه قرار بدید که میگفت که من بالاتر از این نیستم که اشتباه نکنم، من نیاز به مشورت شما دارم؟ حضرت علی داره اینو از مردم میخواد که بهش مشورت بدن. اگه اینو ما وقت باشه، بله، میتونیم که حضرت علی رضی الله عنه وقتی که این مشورت ها رو میدادن، خیلی جالب هست، میگه که سیرت حضرت علی در مشورت، خب اینو در این سایت میاره، جالب هست، نمیدونم که خب میگه که در اموری که پیش می آید جز حکم الهی کاری بدون مشورت شما انجام ندهم. یعنی اون چیزی که حالا بحث حکم خدا واضح و مشخص هست، مثلا بحث نماز هست، بله، زکات هست، روزه هست، هست. میگه اینو که دیگه نیاز به مشورت نداره. میگه در باقی اموری که پیش میاد، میگه بدون مشورت شما من کاری انجام نمیدم. مشورت یعنی چی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا ولایت مطلقه
که نامیدان داشتن که وقتی که اومد در جنگ احد با یارانشون مشورت کردن، بعد اکثریت گفتن که ما به نظر اونی که بریم بیرون از مدینه با اونها به جنگی. بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا حرف اینا رو قبول کرد؟ برخلاف هر نظر خودشون بود. برخلاف نظر خودشون، چون اون چیزی که شورا گفته بود الزامی بود. ولی شما میگید که اون چیزی که ولی فقیه میگه الزامی است. کاری به شورا نداری. این دیکتاتوریست. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم این حق خدا بهش نداده بود. شما این حق از کجا گرفتید؟ از کجا به دست آوردید؟ این حقی است که فرعون به خودش داد. هر کس این ادعا بکنه فرعونیست. این حکومت، حکومت فرعونیست، حکومت الهی نیست، نخواهد بود هم. بله. بله. وقت اون تموم شده، خیلی متشکر. عذر خواهم دوستانی که ریکوست دادن و به خاطر اینترنت نتونستن بیام بالا و نظرشون رو بگن. امیدوارم که تا هفته آینده مشکل اینترنت ایران حداقل برای واتساپ و اینستاگرام حل بشه. و تشکر میکنم من که پای گرندتون نشستید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدا نگهدار. قانون مهدی مهدی حیدر مولاه فرما خدا علی 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 انت برا بودا بودا فرما علی علی امام رضا کرام دادی تو حرم علی علی علی. مردم چه دارن اگر از طرف ولی قبی نصب نشود؟ صیغه یا متعه یکی از قانونهای طلایی دین اسلام برای مدیریت غریزه جنسی. تا خمسی به ندی معلوم نشه تو دین داری. دین شما سر پول دادن معلوم نشه. یه جا که روزه هست بریم بشین گریه. اصلا خود این یه عبادت مهمیه روزه رفتن. کسی که گریه کنه بهش برکاته. شاید این جمعه بیاید. جلوی شناسنامه دار شدن سنیارم بگیرید اگه مرد. تا زندم میگم هرچی سنی هر روز دادن طبق فقه شیعه. علی علی مولا مولا.